بریم به مهمترین قسمت. اگه درد قلب شکسته داری، اگه کسی ترکت کرده، اگه بهت خیانت شد، میدونی کجای بدنت شروع به درد میکنه؟ دردهایی در بخش سلام، رضا هستم از کانال آلبالو. امروز در رابطه با موضوع متفاوتی حرف خواهیم زد. اگه بگم که هر دردی که در بدن تو درد و رنج رو میتونه بهت بده و باش زندگی بکنی، در اصل ریشه روانی میتونه داشته باشه و حتی وقتی به دکتر مراجعه بکنی هیچ دلیل فیزیکی یا دلیل پزشکی مبنی بر مشکل پزشکی پیدا نمیشه، شاید تعجب بکنی. دکتر بهت میگه که هیچ مشکلی نداری، ولی تو همون درد و رنج فیزیکی رو همواره داری با خودت همه جا میبری و تحملش میکنی. جالبتر این که هر قسمت از بدن با نشون دادن درد پیام مربوط به خودش رو به تو میرسونه. یعنی اگه شونه ها درد میکنه یه معنی داره، اگه سرت درد میکنه یه معنی داره، و اگه معده درد میکنه معنی دیگه و پیام دیگه رو میخواد به تو برسونه. تا شما سابسکرایب میکنید بریم و برگردیم. شما دوستان عزیز میتونین با سابسکرایب کردن کانال آلبالو و زدن زنگوله از جدیدترین ویدیوهای این کانال با خبر بشین. خب امروز در این ویدیو روی این صحبت خواهیم کرد که هر قسمت از بدن تو با درد گرفتن یا فرستادن پیام در اصل چه چیزی رو میخواد به تو نشون بده. شاید فکر کنید که رضا داره از مسائل پزشکی این بار صحبت میکنه. نه، در اصل ما امروز از تحت تاثیر گرفتن بدن بر تبع احساسات و مسائل روانی روی فیزیک صحبت خواهیم کرد یا بدن صحبت خواهیم کرد. همه ما با مشکلات زیادی در طول زندگیمون مواجه میشیم. گاهی وقتا میتونیم باهاش مقابله بکنیم و حل کنیم، ولی خیلی وقتا هم این مشکلات حل نمیشن و در طول زمان بدن و ذهن ما رو به صورت منفی تحت تاثیر خودشون قرار میدن. زمانی که این مشکلات رو به زیر فرش بدن و ذهنمون جارو میکنیم، کم کم بدن شروع به فرستادن آلارم میکنه. سر درد میگیرید، قلبتون تند میزنه، لاغر میشید، معده درد میکنه، کلن بدن به هم میرسه. هدف اصلی این سیستم هشدار دهنده در بدن این هست که به تو این خبر رو بده، متوجه بکنه که مشکلی هستش و باید حلش بکنی. اما اگه تو نادیده بگیری این درد رو و سعی کنی با مسکن‌های ضد درد، با سپردن به فراموشی از روی این مشکل رد بشی، در طول زمان این دردها میتونن به دردها و بیماری‌های مزمن تبدیل بشن. معمول‌ترین دردهایی که میتونیم ازشون یاد بکنیم دردهای معده و دستگاه گوارش که بین ایرانی‌ها هم خیلی زیاد هست. اگه در رابطه با این درد رفتی دکتر، آزمایش دادی، آزمایش انجام شد، دکترها گفتن که هیچ مشکلی نداری از نظر پزشکی، ولی هنوز تو با درد معده و دستگاه گوارش به زندگی داری ادامه میدی، این میتونه نشون دهنده این باشه که در زندگی یه ترسی داری که نادیدهش میگیری، ترسی که میتونه باهاش نمیتونی باهاش رو به رو بشی، ترسی که میتونه مثلا یه فرد باشه، میتونه یک موقعیت باشه، چون در طول زمان نتونستی این مشکل رو یا این ترس رو برطرف کنی یا باهاش رو در رو بشی، در طول زمان از طریق معده یا روده به تو داره هشدار میده. مثلا در رابطه با تصمیم گیری سخت در مورد جدایی از فردی یا جدا شدن از شغل و کار، یا در رابطه با پدر مادرت میخوای تصمیم جدی در مورد کاری بگیری، ولی همین که از نتایج این تصمیم و اتفاقاتی که بعد از این تصمیم شاید رخ بده میترسی، هنوز اتفاق رخ نداده و مرتب این تصمیم به عقب انداخته میشه و همین به عقب انداخته شدن و نادیده گرفتن میتونه نتیجهش همچون درد معده یا دستگاه گوارش رو به همراه داشته باشه. حس عصبانیت و عصبی شدن در همه ما میتونه رخ بده، دوباره متاسفانه در ما اتفاقا بیشتر رخ میده. زمانی که پارتنرتون کاری انجام داده که شما ناراحت هستید، یا زمانی که خبر بدی در مورد یک کار یا بیزینستون به شما رسیده، حس عصبانیت یا عصبانی شدن رخ میده. اما مهمترین مسئله این هست که این حس عصبانیت باید از بدن خارج بشه. عصبیت مانند انرژی منفی هستش که در بدن ساخته میشه و در نهایت باید برای خروج از بدن هم راهی براش پیدا بشه و در بدن باقی نمونه. اگر این انرژی بد از بدن خارج بشه، که یعنی ما تونستیم عصبیت رو، عصبی بودن رو به صورت منطقی و بدون درگیر کردن احساسات حل کنیم که قدرت ما رو نشون میده و مشکلی هم باقی نمیمونه، ولی در بسیاری از اوقات ما عصبانی میشیم، ناراحت میشیم، ولی به قول خودمون این درد رو که ناشی از عصبیت و سم ناراحتی هست
به درونمون میریزیم و نتیجه این کار هم دردهایی هستش که در قسمت پایین کمر خودشو نشون میده. و اگر شما بعد از مراجعه به دکتر و گذراندن دوره‌های آزمایش بدون دلیل پزشکی بگن که باز ادامه داره اون درد، نتیجه عصبانیت هایی هستش که نشان داده نشده، حس نفرت، حس عصبانیتی که حس حسادت، حس عصبانیتی که فقط در درون اتفاق میفته، مانند بمبی هستش که در درون خودت منفجرش میکنی و برای تو کمردرد رو در قسمت پایین کمرت میتونه به هر مقام بیاره. خب بریم به مهمترین قسمت. اگه درد قلب شکسته داری، اگه کسی ترکت کرده، اگه بهت خیانت شده، یا کلی بگم اگه مشکلی داری که به روابط عاطفی و احساسی و اشغولانه مربوط میشه و نمیدونی که با مشکل چطوری دست و پنجه نرم کنی، میدونی کجای بدنت شروع به درد میکنه؟ دردهایی در بخش سینه و در برخی مواقع حتی قلب خودشون رو نشون میدن، تیر میکشه به قول خودمون، سنگینی احساس میشه تو سینه. همون قلبی که سمبل عشق و عاشقی و اینجور چیزا بود میشه جای درد و هشدار. تو در مورد دردی که نتونستی باش کنار بیای، برات این سمبل رو خواهد کشت یه جورایی، باهاش باید کنار بیای. چطور بایدی از این درد خلاص شد؟ برخی نمیتونن به غرور خودشون بقبولونن که طرف بهش خیانت کرده، یا اصلا نمیتونن قبول کنن که رابطه تموم شده، یا حتی هنوز اون رابطه رو بعد از اینکه تموم شده در درون خودشون دارن جلو میبرن. این مسئله عاشقانه ای که به این شکل زیر فرش دلتون جاروش کردید رو باید بیارید روی میز، بریزید و دونه دونه تحلیلش بکنید. بعد از هر جدایی باید دوره جدایی به صورت کامل سپری بشه و شما هم باید با قبول این واقعیت قبول بکنید که رابطه تموم شده و مشکل رو حل بکنید، وگرنه باز به صورت درد سینه یا قلب بهتون برخواهد گشت. شایع ترین درد، سردرد. خب دلیل سردرد چی هست؟ سردرد ها اغلب به خاطر از دست دادن کنترل اتفاق میفته. اگه همه چیز رو میخوای کنترل کنی، همه چیز رو در تحت کنترل خودت، مدیریت خودت داشته باشی، میتونه اتفاق بیفته. اگه کمی کارها از دست تو در بره و یا قابلیت کنترل رو دیگه نداشته باشی، یه ذره حتی از قسمت شقیقه ها دردهایی شروع میشه که اگه چنین اتفاقی بیفته، یعنی دیگه نشانه لبریز شدن سطح تحمل بدن هستش. سر با دردهایی که بهت میفرسته میگه که سعی در کنترل همه چیز نداشته باش، چون چنین چیزی در اصل اتفاق نمیفته و واقع پذیر نیست. راه حل چی هست؟ یک دایره کوچیکتری رو به کنترل خودت در بیار و فقط در مورد کنترل کردن اون قسمت تلاش کن و بقیهش رو بیخیال شو. یعنی به خودت یه حدی رو تعیین کن و بدون که نباید بیش از حد در مورد کنترل کردن یا مدیریت کردن افراط به خرج بدی و در نتیجه اگه نتونی این توازن رو داشته باشی، سردردها رو باید با ژلوفین و قرص سردرد بخوای کنترل بکنی که طعم زندگی رو همیشه با سردردهای مزمن متاسفانه از دست خواهی داد. درد دیگه‌ای که میخوام در رابطه صحبت بکنم به گردن و شانه رفت داره. گردن و شانه که من خودم هم نصیبش رو بردم و در یک سال گذشته به صورت وحشتناکی دردهای مزمن رو در گردنم داشتم. دکتر رفتم، دکترای بسیار خوبی رفتم، خیلی کارهای عجیب غریب انجام دادم. دکتر گفتن اصلا از لحاظ پزشکی موردی نداره، هیچی دیده نمیشه، MRI این و اون، و همین سبب شد که این ویدیو رو درست بسازم و دلیل درد خودم رو برم پیدا بکنم. دلیل دردنگرد دلیل گردن درد و شانه میتونه نشانه این باشه که بیش از حد مسئولیت قبول کرد. همه کارها رو باید فکر میکنید که شما انجام بدید. نه، نیاز به استراحت دارید، کمی باید بیستی. و البته این افراد متاسفانه افرادی هستن که مسئولیت های زیادی قبول میکنن و کمک هم نمیگیرن از کسی در انجام کارهاشون. البته کمک هم گرفتیم، اتفاقای دیگه میفته. همه موضوعات رو فکر میکنن که خودشون باید حل بکنن. ببین چقدر در رابطه خودم دارم خوب حرف میزنم، خودم رو انتقاد میکنم. البته همه این دردها هم نشون میده که زمانش هست که از کسی کمک بگیرید یا بخشی از اون مسئولیت ها رو واگذار بکنید. کاری که من انجام دادم و انصافا دیگه دردی ندارم، کاملا هم محو شد. البته تو این دوره افراد زیادی رو هم شناختم. اگر در طول روز
همواره احساس خستگی دارید و خستگی نمیگذره، انرژیتون پایین هستش، خستگی مفرط دارید، این نشان از این هستش که کارهای فردی و مسئولیتهایی که در زندگی یک نفر باید داشته باشه رو به گردن نگرفتید. بیشتر در حالت منفعل هستید، بیشتر در حالتی که شکایت میکنید و انگار یه نقش قربانی رو دارید بازی میکنید. اگه برای زندگی خودت کاری نکنی، تلاشی نکنی، حس این رو پیدا خواهید کرد که درون جعبه زندانی شدی، در این جعبه گیر افتادی و نمیتونی تکون بخوری اگر کاری نکنی، تنبل باشی بیش از حد. و چون بدن از این حالت بیخیالی خسته میشه که آقا پاشو کاراتو انجام بده، با نشان دادن خستگی مفرط به خواب میره یه جورایی دیگه، با نشون دادن اون خستگی مفرط به تو میگه که به مسئولیت‌های خودت برس، قبول کن. واقعا یه کارهایی هستن که چه خوب و چه بد فقط خود شخص میتونه انجام بده و باید خب طبیعتاً از اونجا شروع بکنی که بخوای از اون تنبلی بگذری، شاید که اون کسلی و خستگی هم بره. اما این خستگی مفرط میتونه دلایل متعددی داشته باشه که باز نتیجتاً به پزشک باید مراجعه کرد. اما خستگی که ناشی از کار نکردن و تنبلی باشه میتونه برگرده به همین درد خستگی بدن. موضوع دیگه ای هم هست که باز ریشه درد روانی هستش، از لحاظ روحی هیچ حسی نداری، نه خوشحال میشی، نه ناراحت میشی، نه نگران میشی. مثلا اطرافیان تو در مورد موضوعی که برای تو اتفاق افتاده و خیلی خوشحال کننده هست خوشحالن، و ولی برای تو اصلا معنی نداره، تولد تو انگار نه انگار. این درست نشون میده که در زندگیت اتفاق بسیار سنگینی رخ داده یه جایی و حل نشده، به این شکل که درد یا رنجی که کشیدی به حدی سنگین و سخت بوده که مغز از اون لحظه شروع کرده به بستن قسمت احساسات، خاموش کرده و هر آنچه که مسائل روحی و روانی اتفاق میفته یه پردهی بین تو اونها قرار میگیره. همین سبب میشه که حس خالی بودن، بیحسی به شما دست بده و نشان دهنده این هست که یه جایی اتفاقی افتاده، اتفاقی رخ داده که نیاز هست بگردی پیداش کنی و حلش بکنی، ازش رد بشی، اون گره رو باز کنی. یکی دیگه از نشانه های دردهای فیزیکی که ریشه احساسی دارن گرفتن صدا هست یا نارسایی گلو هست. اگر در خانواده یا محیطی بزرگ شدید که اجازه صحبت و ارزندام نداشتید، همیشه تحت فشار بودید، اجازه ابراز عقاید نداشتید، زمانی که بزرگ میشی میرسی به سنی که در جامعه باید حضور پیدا کنی، در گفتن بسیاری از مسائل دو دل خواهی بود. اگه بخوایم راستش رو بگیم اینطوری میشه، بگم نگم، ابراز کنم یا نکنم، ادامه بدم ادامه ندم. این عدم ابراز و کشمکشی که میان حرف زدن و حرف نزدن آره و نه به وجود میاد سبب خستگی گلو میشه، میتونه باعث گرفتگی گلو هم بشه. این زمانی پیش میاد که نتونی از حق خودت دفاع کنی یا نتونی حرفی رو که میخوای بزنی. یکی دیگه از مشکلات هم تنگی نفس هست، اینم شایع هستش، یا سنگینی نفس هستش، یعنی نفس میکشی احساس میکنی تا ته نمیره، پر نمیشه این شوشا. اگه زیاد با این مشکلات مواجه میشید و نتیجه پزشکی هم جواب نداده، میتونه استراب زیاد باشه، استرس زیاد باشه، مثلا اتفاقی میفته و تو رو عصبی میکنه، ولی تو با این که در درونت عصبی هستی نشون نمیدی و انگار نه انگار مثلا ناراحت هستی و هیچی. بعد از گذر زمان همون استراب برمیگرده و سبب میشه که احساس تنگ نفسی و سنگینی در نفست رخ بده. یادتون باشه استرس و استراب همیشه وجود داره برای همه آدم ها. مسئله این نیست که خود استرس و استراب رو حس بکنی، مسئله این هست که چطور مدیریت بکنی که تأثیری روتون نداشته باشه. خب حالا اگه هر یک از این موارد رو تجربه کردی، حتما باید به دکتر مراجعه بکنی، حتما باید تمام آزمایشات رو انجام بدی. بعد از تمام این تلاش‌های پزشکی که اگر دلیل درد هنوز پیدا نمیشه، میتونه همین دلایلی باشه که صحبت کردیم. متاسفانه و خوشبختانه خیلی از ماها احساسات خودمون رو قائم میکنیم و آنچه رو که در حال داریم در از تجربه میکنیم رو میخوایم که نادیده بگیریم. اگه شما هم به حدی رسیدی که این دردها وجود دارن و دلیل پزشکی هم ندارن، یعنی زمانی هست که خطر در حال
لبریز شدن هستش، زمانی هست که باید شروع بکنی به اقدام کردن، قدم گذاشتن به جلو و برای خودت، که این نشانه ها و دردها رو نباید نادیده بگیری. این دردها به بیماری های مزمن میتونن تبدیل بشن و کیفیت زندگی تو رو پایین بیارن. خب تو دوست خوب من، آیا تا حالا چنین دردهایی که منبع و دلیل پزشکی نداشتن رو تجربه کردی؟ کامنت بذار، تجربیات خودت رو با ما به اشتراک بذار. ممنونم که به من گوش دادید. جاتون اینجاست. دروغ نمیگم من.